دادگاه رسیدگی به اتهامات فساد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دادستان ها علیه نتانیاهو سه کیفرخواست صادر کردند معروف به پرونده های هزار،, دو هزار و 4000. هزار پرونده هزار، کلاهبرداری و خیانت در امانت در این پرونده نتانیاهو متهم به دریافت هدایایی از جمله سیگار برگ و شامپاین در ازای کمک به تجار ثروتمند شده است پرونده 2000 باز هم کلاهبرداری و خیانت در امانت نتانیاهو متهم است که به مدیران روزنامه یدیوت آرونود کمک کرده فروش روزنامهشان را در ازای پوشش خبری مثبت از او افزایش دهند و پرونده چهار هزار این بار کلاهبرداری خیانت در امانت و دریافت رشوه طبق آن وقتی که نتانیاهو همزمان نخست وزیر و وزیر ارتباطات بوده تصمیمات نظارت بر رسانه ها را به نفع سهامداران عمده شرکت مخابراتی بزک و مالک وبسایت خبری والا اتخاذ کرده باز در ازای پوشش خبری مثبت در این وبسایت اما بنیامین نتانیاهو تنها با مشکلات حقوقی روبرو نیست پس از برگزاری چند انتخابات پیاپی پی، او هنوز نتوانسته با احزاب دیگر یک اعتلاف پایدار تشکیل دهد. اسرائیل بزرگترین بحران سیاسی خود در دهه های گذشته را تجربه میکنه واضحه که سیستم سیاسی ما برای رسیدن به یک نتیجه قطعی با مشکل جدی روبروست. این به خاطر ضعف ذاتی سیستم انتخاباتی ماست و همچنین به خاطر نتانیاهو یک نخست وزیر بسیار محبوب که میخواد در قدرت بمونه حتی با این که علیه او اعلام جرم شده به همین خاطر بین اسرائیلی ها شکاف به وجود اومده از نزدیک به دو سال پیش تا به حال چهار انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار شده در آخرین آنها که سوم فروردین برگزار شد باز هیچ حزبی اکثریت حد نصاب آرا را به خود اختصاص نداد به همین خاطر روز دوشنبه روون ریولین رئیس جمهور اسرائیل شروع به رایزنی با نماینده های احزاب سیاسی کرده تا در نهایت یک حزب را مسئول تشکیل اعتلاف کند تحت این شرایط روزنامه اورشلیم پست از قول یک منبع آگاه در حزب لیکود که نتانیاهو رهبری آن را به عهده دارد نوشته با توجه به اینکه دوره ریاست جمهوری ریولین اواسط تیرماه امسال به پایان میرسد بسیاری از نمایندگان مجلس اسرائیل مایلند نتانیاهو را به عنوان رئیس جمهور آینده اسرائیل انتخاب کنند در این صورت با روی کار آمدن یک رهبر جدید در حزب لیکود انتظار می رود سرانجام اعتلاف تشکیل داده شود و این شرایط سردرگم به پایان برسد اما اینکه آیا نتانیاهو بخواهد رئیس جمهور شود مشخص نیست هومن میرقاسمی ایران اینترنشنال